بی گذرد، هوا چه سرد چه پرسوز است. سوز می آید، سوز می آید، سوز بی کسی می آید، سوز سرگردانی، سوز تنهایی، سوز تنهایی می آید. من هیچ چیز ندارم، حتی پدر که روزگاری مثل درخت تمام خانه ما را سخت در آغوش می فشرد و سایه مهربانیش را از ما دریغ نمی کرد. در آستانه خانه پدر پس از خداحافظی هر صبح با صدای بلند چهار قل می خواند و از پنج تن مدد می جست. و وقتی کرای خانه عقب می افتاد، پدر در نیمه‌های شب به خانه می آمد و گاه اتفاق می افتاد که ما تا ده روز بی پدر بودیم و شبها یتیم می خوابیدیم. آن روزها پدر بزرگترین مرد روی زمین بود. وقتی که شب به خانه می آمد و ما شکایت دردانه‌های صاحب خانه را به پیش او می بردیم، پدر چه خط و نشانها که بلای آنها نمی کشید. اما دریغ، نمی دانم چرا فردا هر چه گفته بود فراموشش می شد و دوباره اول صبح به نصرت خان سلام می کرد. آن روزها تمام سال هر شب به امید دوچرخ نشد. آن روزها تمام سال هر شب به امید دوچرخه معش می نوشتیم، به امید دوچرخه می خوابیدیم و خواب دوچرخه می دیم. اما روز گرفتن نتیجه دزدی نامرد جیبهای پدر را می زنید. پدر دروغ نمی گفت، من از همان روزها از دزدها بدم. پدرم دروغ نمیگفت، من از همان روزها از دوستها بدم می آمد. آن روزها برای ما پدر یعنی دستی که زبر است اما مهربانی نامحدودی دارد. پدر یعنی بوی سیگار و بوی عرق کار. پدر یعنی آغوشی برای آرامش شبهای ما. پدر یعنی کار ممتد و بیوقفه. پدر یعنی توکل بر خدا. پدر یعنی گریه برای امام حسین. پدر یعنی نماز سر وقت. پدر یعنی شنیدن تمام شکایت ها. پدر یعنی یک دست کت و شلوار شبهی. پدر یعنی یک سکه دوریاری روزانه. پدر یعنی وعده دوچرخه برای تابستان. پدر یعنی یک بغل هندوانه در ظهرهای گرم. پدر یعنی وقار و شمرده شمرده حرف زدن. پدر یعنی خوشرویی و لبخند. پدر یعنی مردی با یک شال سبز. پدر یعنی مردی که زانوی شلوارش وسته دارد و یقه کتش نخنما شده. پدر یعنی کیف چرمی برای اول مه. پدر یعنی چکمه های پلاستیکی زمستان. در این زمستان خاک گورستان سرد است، هوای گورستان سرد است. پدر در چه جای سردی خانه گزیده و خاک او را چه گرم